Ryan selam. Selam Armican. Recep ki çi bilmem İslam fobiye nedirim? Ben başıma muafir nisem. Çera داریم و فوبیا راجب هر چیزی ممکنه باشه، راجب یه پرنده باشه، راجب ارتفاع که هست خب میشه فهمید، ولی راجب چیزی که اصلا ترسم نداره فوبیا میتونه وجود. شما دلیلتون برای این که میگید که چه فوبیا داشته باشه اینه که میگه خب اسلام واقعا هم ترس داره، ولی در جایی که ترس اسلاموفوبیا رو تعریف کن رو اینجا، برای اینکه ببین این قسمتی که نه بذار من توضیح بدم، برای اینکه این قسمتی کلیپی که قطع میشه، برای اینکه جدا میشه از برنامه قبلی، برای اینکه بله متوجه. بگیرید شما فرمودید که فوبیای ترس بیمارگونه ای که نسبت به ما داشتیم اشیاء میگفتیم که نسبت به اسلاموفوبیا یعنی چی؟ درسته، اسلاموفوبیا یه کلمه که استفاده میشه. بله تعریفت از اسلاموفوبیا چیه تو؟ شما فرمودید توی بحث قبلی که ما اسلام و مسلمین رو مسلمان ها رو کاملا جدا می کنیم و بعضی ها این کار رو نمی کنن. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی فوبیای به اسلام البته که وجود داره. یعنی اسلام همیشه خطرناک نیست، ورژن های غیر خطرناکش وجود دارن که خیلی ضعیف شدن، خب اونا خطرناک نیستن، ولی اینی که ما فکر کنیم که هر مسجدی وحشتناکه یا هر مسجدی میتونه به ما صدمه برسونه در حدی که وحشت داشته باشه از اون ساختمون، این فوبیاست. یا اینکه فرض کن اگر کسی که عربی صحبت کنه ما وحشت داشته باشیم، فکر بکنیم که این آقا افکار بدی تو سرشه، چنانچه بارها تو اخبار شنیدید که کسانی که فقط داشتن عربی صحبت میکردن از هواپیما اخراج شدن. من دوباره شنیدم، حداقل حتما موارد بیشتری بوده، فقط داشته مثلا عربی با یه اعضای خانواده صحبت میکرده. کسایی هستن متوجه نمیشن، حالا ممکنه فقط عربی نباشه، فارسی باشه و چیزهای دیگه. اینا فوبیاست، یعنی زبانی رو که شما نمیدونی، یه چیزی رو که میگن که این فلانی از خاورمیانه است، حالا ممکن عصبانی بشه، یه چیزی بترسه ازش، فکر میکنه فلان کارو داره میکنه. من همین عرضم همین بود، وگرنه داشتم گوش میکردم. فوبیا به اسلام هست، فوبیا به هر چیزی هست. خیلی سخته بدونیم که چه فوبیا به چی نیست. خب من توضیح بدم. بفرمایید. خب اولا که من فکر کنم منظور منو متوجه نشین، چون که من اسلاموفوبیا اونجوری که استفاده میشه، معنی اسلاموفوبیا نحوهی که ازش استفاده میشه درباره مسلمون هاست. خب برای همین این کلمه معنی نداره، شما بعد از نحوه استفاده این کلمه استفاده کنید. اتفاقا مثالی که خودت زدی مثال بسیار خوبی بود. خب من نمیگم اون چیزی رو که این کلمه میخواد بهش اشاره بکنه، من نمیگم اون وجود نداره، من میگم این کلمه کلمه خوبی نیست. مثالی که شما زدی، مثلا فرض کنید که توی هواپیما یه نفر داره عربی صحبت میکنه، مردم وحشت بهشون برداره. خب این کلمه درستی که باید از استفاده بشه که توضیح بدیم اینجا چه اتفاقی داره میفته، anti muslim bigotry هست. خب anti muslim bigotry یعنی شما bigotry میشه تعصب منفی، تعصب نه بیگوتری چی میشه به فارسی؟ من میشه یه مثال دیگه هم زدم. نه، بذار من حرفم تموم بشه. فقط یه بیگوتری، یه کلمه فارسی خوب به من میدی درباره بیگوتری که اصلا تنفر تعصبی، من میگم تنفر تعصبی. خب تنفر تعصبی علیه مسلمون ها کلمه بهتریه، یعنی همون انتای مسلم بیگتری کلمه بهتریه به جای اسلاموفوبیا. خب برای اینکه اسلاموفوبیا درباره اون عقایده، من اگه با عقاید اسلام مشکل دارم این فوبیا نیست. و یه چیزی هم میگم، حتی اگه درباره عقایدم صحبت بکنیم، جوری که از کلمه اسلاموفوبیا استفاده میشه که به ما تهمت بزنن که ما اسلاموفوبیک هستیم، موقعی هست که ما هر نقدی از اسلام بکنیم و به ما میگن اسلاموفوبیک. یعنی یا درباره انسان، اگه درباره مسلمان ها صحبت میشه، خب اسلاموفوبیا کلمه درستی نیست، باید یک کلمه استفاده بکنین که درباره مسلمان ها باشه نه درباره اسلام، که به جای اسلاموفوبیا باید بگین انتای مسلم بیگتری. خب
اگه درباره عقاید کلمه اسلاموفوبیا وقتی استفاده میشه، موقعیه که ما داریم میگیم اسلام داره میگه که اینو داره میگه، اینو داره میگه خشونتگراست، ضد زنه، ضد همجنسگرایانه، ما میایم این نقد رو از اسلام میکنیم، ضد علمه، ضد حقوق بشره، بعد میام به ما میگن اسلاموفوبیا. یعنی نه اینا دیگه فوبیا نیستش که، نه شما اصلا کلا دارید از مرحله پرت میشه. اولا که من قبول دارم، ببین من داشتم میرسیدم به حرفی که تو زدی، فوبیا اون نیست. فوبیا رو شما اینایی که میگید، اینایی که ما همه دنیا توافق دارن روی مسئله، فوبیا چیزی دیگه است. فوبیا اینه که من دستی که بردارم ببرم فرض کنم مسجد شیخ لطف الله، بگم ببین چه کاشیهای تمیز داره، میگی اینجا مسجده، وای من میترسم بدم بریم. میگم آقا شما این فوبیا داری، من گفتم مسجد شیخ لطف الله تو اسوال. فوبیا به این میگن، نه اینی که من بردارم ببرم تو مسجد نمیدونم توی اورنج کانتی. البته اون فوبیا نیست، اون طرز منطقیه. میگه آقا من نمیام اینجا، من دوست ندارم، اصلا من تو وارد این جامعه نمیخوام بشم. فوبیا یه معنی داره. بفرمایید. تکرار داری میکنی حرف تو، من گوش کردم. خب من دارم میگم که اون اسلاموفوبیایی که تو میگی، اولا تو گفتی که ما یک ورژنای اسلام داریم که خطرناک نیست، که من اینو قبول ندارم، همه ورژنای اسلام خطرناکه، از اینم میام دفاع میکنم که چرا هر ورژن اسلامی خطرناکه. خب ولی این چیزی که تو داری نمیکنی، بعد یکی الان که گوش میکنه فکر میکنه شما داری درست میگی یا من اشتباه کردم. من گفتم که آقا شما فکر کنید که ما یه ویروسی داریم، کرونا، این توی بدن ما خطرناکه، ولی ویروس ضعیف شده کشته شده نه خطرناک نیست. من گفتم اسلامی که ضعیف شده این خطرش از دست داده، شما دیگه نباید از اون بترسی. اگه از یک همچین ورژنی، حالا بفهم ببین تو نمیذاری من حرفم تمام بشه. خب ببین صحبتات دو تا مشکل داره. یکی این که اسلاموفوبیا اونجوری که تو داری استفاده میکنی از این کلمه اونجوری نیست، برای این روشی که تو داری استفاده میکنی این کلمه ساخته نشده. خب معنی کلمه اسلاموفوبیا اونجوری که تو داری ازش استفاده میکنی، معنی اونجوری کاربردی که این کلمه داره و جوری که تعریف شده این نیست. خب تو اگه بری ببینی که وقتی مردم میگن یه اسلاموفوبیا، به یه نفر میگن اسلاموفوبی که میگن اینجا اسلاموفوبیا اتفاق داره میفته، تو اگه بری نگاه بکنی که داره چه اتفاقی میفته، میبینی یه کسی داره از مسلمان ها میترسه، داره به مسلمان ها اذیت میکنه، به مسلمان داره ظلم میکنه، همش به این چیزا میگن اسلاموفوبیا. و این با... خب پس اون چیزی که من میگم، اون چیزی رو که مردم دارن بهش میگن اسلاموفوبیا، انتای مسلم بیگتریه، نه اسلاموفوبیا. یکی هم این که اون مثالی که تو داری میذاری که مردم مثلا از خود اسلام مثلا وحشت داشته باشن، خب من چند تا مثال دیگه برای من بزنم، چون من نمیدونم آیا داری میگی که ببین من خودم از اسلام، از هر نوع اسلامی نگران، از همشون ترس دارم، برای اینکه همشون بزرگ این مشکل اصلی اسلام و دینهای دیگه که ما رو به یه نتایجی میرسونه که هزینه داره برای جامعه، از ریشش همون وحی و ایمان و چی میدونم، یعنی خدا و این چیزاست، یعنی خرافاته. خب ببین شما وقتی که عقایدتون بر اساس یک چیز، یه روشی باشه، یه روش نتیجه گیری باشه که به طور کل از ریشه غلط باشه، این نتیجه های بعضی موقع ها به طور راندوم میتونه این نتیجه های خوبی بده، بعضی موقع نتیجه خطرناکی بده. خب من میگم اصلا متدولوژیش مشکل داره. خب شما ممکنه بیان یه بگو رای اینجا بفهم. میدونی متوجهم شما چی داری میگی. شما معنایی رو که تو ذهن در ترس و فوبیا هست با اون معنایی که تو ذهن من هست فرق داره. شما میفرمایید که هر گونه اسلامی خطرناک هست به خاطر اینکه ممکنه رادیکال بشه. اینه میخوای بگی؟ نه حالا. حتی اگه رادیکال هم نشه خطرناکه، بنابراین شما میترسید ازش. مثل اینه که من میگم هر روش نتیجه گیری که غلط باشه برای جامعه بشری هزینه داره، بنابراین میترسید و بنابراین ترس میترسید ازش. همینی که شما گفت اینه کلامش. من میگم که شما بهتره بگید که خطرناک هست و بنابراین باش مبارزه میکنیم،
میترسیم و فوبیا داریم این یه چیز غلطیه به خاطر ترسی. مثل اینکه یه پزشکی بگه شما یک بیماری خطرناکی داری، من نه نمیترسم، دکتر نمیترسه، ولی دکتر میگه خطرناکه، من باش مبارزه میکنم، یعنی کمکت میکنم باش مبارزه کنی، دارو میدم. ترس یه چیزی دیگه است. اون معنایی که اسلامفوبیا تو جامعه آمریکایی یا تو جوامع دیگه اروپایی داره اینی که شما میگی نیست. اونی که شما فکر کنید، همین مثالی که من زدم، راج بدون جهت راجب اینه که یک مظهر اسلامی از یک ساختمون گرفته تا یک کتاب گرفته تا یک انسان، ازش وحشت کنن، فکر بکنن که این الان یک صدمه فوری به خودشون یا به جامعهشون میرسونه. مثال وحشته. مثال زیاده دیگه، من الان دو تا مثال زدم، میخواد من باد مثال میزنم؟ شما فکر کنید که مثالی که زدی مثال اینه که مثلا فرض کن یکی یک لباس اسلامی پوشیده باشه که اونا مثلا متوجه نشن که این لباس مال سیکاست یا مال نمیدونم افغانها یا مال ایرانیان، نمیدونن اینم لباس بلند پوشیده. اینم بگه چیه شما دارید این درباره عقاید اسلام نیست. مثالی که دارین میزنین همش آنتی مسلم بیگتری نه اسلاموفوبیا. فرقش اینه که انتای مسلم بیگتری، ببین ما میگیم که شما از مردم، از فرهنگشون، از کاری که دارن انجام میدن، از قیافشون، از لباسشون، شما اگه هیچ هر گونه تنفری، نفرتی به این اشخاص داری نشون میدین، این مشکل داره، برای اینکه این میشه انتای مسلم بیگتری. خب اینو ما قبول نداریم. شما اگه دارین با عقاید مشکل دارین، خب این اشکالی نداره. شما میگین این عقاید بده، این عقاید خطرناکه، این عقاید برای جامعه هزینه داره. دیگه میزنم مشکل... که کارتو راحت کنم. فکر کن که من یه نمایشگاهی میخوام بدارم از آثار اسلامی 700 سال پیش، بعد اینا بگن که آقای چیده اسلامیه، این نباید باشه اینجا، ما نمیداریم اینجا، نمیدارم حملات فلان شده تو این شهر، ما نمیداریم. خب این فوبیاستی که بهش میگن فوبیا، میگه عزیز من چه اسلامی، این داره قرآنهای تاریخی مال 1200 سال پیش رو داره اینجا نمایش میده، شما فوبیا داری. پس این میگه فوبیا. حالا من میتونم کنم. خب دیگه شما اگر ساختمون و کتاب و موزه و همه به انسان رفت میدی، که رفتم داره، همش میتونه رفت بدی، چیزی در دنیا وجود نداره که به چیز دیگه ای در دنیا رفت نداشته باشه، همه چیز رفت داره، همه چیز. ولی خب مهم نیست اینا، مهم اینه که شما ببین این میدونی چرا این همون بیگتری. ها ببین، اسلاموفوبیا ترجمهش میشه اسلام هراسی. این کلمه مشکل داری. خب این اشکال نداره که مشکل مفهومش رو قبول داری، همون حله. خب معلومه، منم همینو دارم میگم. ببین من اون چیزی رو که ببین رایان، پس تو اصلا موضوع بحث من نفهمیدی. خب من دارم میگم اسلاموفوبیا به اون چیزی که داره اشاره میکنه که به عنوان یک مشکل، اون وجود داره و اون مشکل هست، من اینو قبول دارم. شما خب؟ گفتی وجود نداره، حالا شما برو اینو نگاه کن ببین چی داره. گفتی وجود نداره، حالا اگر منی که با این همه دقت میکنم من متوجه نشم، بقیه هم نمیفهمن دیگه. نه برای خودت بفهمی که فایده نداره. من اصلا نمیتونی وسط حرف من نپری، تو اصلا دقت نداری. من گوش کن رایان جان، من به طور خیلی واضح، تو فکر میکنی به دقت گوش کردی، من به طور خیلی واضح گفتم، چند بارم گفتم، تو یک بارم اینو گوش نکردی. چیزی که باید بهش اشاره بشه انتای مسلم بیگتریه. من چند بار بعد اینو تکرار میکردم. تو من اگه میگفتم چیزی که باید بهش اشاره بشه انتای مسلم بیگتریه، معنیش اینه که یه مشکل وجود داره. تو میگی که نه این مشکلات هست، این مشکلات هست. خب پس برای همینم هست که من میگم انتای مسلم بیگتری چیه. من معذرت میخوام، یک بار دیگه بگم، من گفتم که شما در یک جایی اگه بقیه بخواد ببرن یه مده عقب، شما گفتی چیزی به نام اسلامفوبیا وجود نداره. اونی که شما میگی نه اون یکی وجود داره. خب درست میگم. ببین من دارم میگم اسلام به نام اسلام بفرمایید. ببین من دارم میگم این چیزی که مشکلی که ما داریم با انتای مسلم بیگتریه، اسلام حراسی غیر منطقی وجود نداره، چون ترس از اسلام منطقیه. این چیزی رو که شما دارین سعی میکنین بهش اشاره بکنین که یک مشکل هست تو جامعه، که درسته منم قبول دارم وجود داره، اسمش رو باید گذاشت انتای مسلم بیگتری.
که میشه تعصب تنفر تعصبی از مسلمان ها. من ترجمه فارسی شو اینو میگم. خب من میگم به این شکل بهش اشاره بکنید، اون چیزی رو که داری میبینید تو جامعه و تو هی داری میگی، تو رایان میگی که نه خب این هست اون هست، بله هست اینا مشکله، ولی نگین اسلام هراسی. اسلام هراسی خوبه، اسلام هراسی به اسم یه چیز دیگه است که اونم خوبه. حالا اسلام هراسی فوبیا اگه بخوام بگیم که غیر منطقیه بهش بگین فوبیا، خب یه اسم دیگه برش پیدا بکنین. چون شما ببین تو میگی خب اسمش، تو با اسمش مشکل داری، بله با اسمش خیلی مشکل دارم، چون اتفاقا مسلمان های تو کشور غربی از همین اسم دارن استفاده میکنن. ببین تو مثلا فرض کن که مردم توی آمریکا خب به یه سری کسایی که مثلا نژاد ستیزن و یا اینکه کلا ضد خارجی ها هستن و ضد مسلمان ها هستن و ضد هر کسی که شبیه خودشون نیستن هستن، و میان یه سری آدم ها رو میبینن که مثلا لباس عربی پوشیدن یا لباس سیک پوشیدن یا لباس هندی پوشیدن، خب و فهم میکنن اینا مسلمونن و بهشون بد و بیرا میگن. خب شما اسم اینا اگه بذارین اسلاموفوبیا یا اسلام هراسی، خب من با این مشکل با این اسم یا نگو یا نباید بگی اینا، یکی اسلام هراسی و اسلام فوبیا یه فرق داره، یه مقداری الهاز اسلاموفوبیا دقت فرق داره. بله خب اسم اینو بذارین، اگه اسم اینو بذارین اسلاموفوبیا این مشکل داره. خب من دارم به این میگم، شما به این بگین که مسلم ستیزی، به این بگیم مسلمان ستیزی، خب اسم اینو بزن انتای مسلم بگیچری رو، من یه کلمه فارسی شو میسازم همین الان، مسلمان ستیزیه. خب من میگم شما بگین مسلمان ستیزی، نگین اسلاموفوبیا. چرا؟ چون اگر نگاه کنید مسلمان های توی آمریکا که میخوان از اسلام دفاع بکنن دارن میان از این کلمه اسلاموفوبیا سوء استفاده میکنن. چون شما اگه اسم اینو بذارین، چون همه میان آره این آیا رایان قبول داره که این بده، که مثلا فرض کن یه سری آمریکایی که دارن بد و بیرا میگن به یه نفر چون لباس مثلا عربی پوشیدن، خب رایان میدونه این وجود داره و میگه این زیاده و این بده، من رایان اینو قبول داره، منم میدونم این وجود داره، یک مشکل تو جامعه آمریکا و این باید باهاش مبارزه بشه. ما جفتمون اینو قبول داریم، جفتمون که این یک چیز هست که وجود داره. یا یه نفر مثلا خب حتی نمیتونه قبول کنه که مثلا یک نستعلیق عربی که مثلا آیه قرآنه، ما میدونیم که آیه قرآن غلطه، ولی آیا این هنر قشنگی هست یا نه؟ بله هنر قشنگه، ولی یه نفر نمیتونه اینو قبول بکنه برای اینکه انقدر مثلا از هر چیزی که با فرهنگ اینا رو ما قبول داریم که این چیزا وجود داره. خب حالا مشکل فرق نظر من و تو با رایان اینه که اسم اینو باید چی بذاریم. تو فکر می‌کنی اسم این حالا اسلاموفوبیا باشه یا مسلمان ستیزی باشه فرقی نداره؟ من میگم به شدت فرق داره. مسلمانان آمریکایی اگه شما اسم اینو بذارین اسلاموفوبیا، میان تبلیغ میکنن که پس هر کسی علیه مسلمان باشه جزء گروه همین کسایی هست که داره بد و بیرا میگه به مسلمانا تو خیابون. یعنی ما رو من مثلا تو کانادا، خب منی که دارم از اسلام نقد میکنم چون علیه اسلام دارم صحبت میکنم، منو میخوام بکنن تو همون گروهی که داره مثلا به یه مسلمان تو خیابون بد و بیرا میگه به خاطر لباسش، به خاطر که مثلا یه زنی حجاب داره. خب چون جفتشون چون اسم اینو گذاشتن ضد اسلامی بودن و منم ضد اسلامن، میخوان از این سوء استفاده کنن که منو با این گروه یکی کنن. منم بر همین میگم بیان اسم درست بذارین، این مسلمان ستیزیه، من اسلام ستیزم، اینا مسلمان ستیزن، منو با این گروه یکی نکنین. برای همین برام حساسیت دارم که چه اسمی استفاده کنیم. رایان البته منم هم همینطورم، خیلی هم همینطور هستن، اما شما به طور وسواسگونه ای خیلی کلمات رو گاهی اوقات میخواید انتخاب کنید و بعضی وقتا جواب ندید. مثلا یکی از من میپرسه آمریکا چطوری، همون که مثالی که گفتید، خب من نظرمو میگم آمریکا کشور آزادیه، یک کشور کاپیتالیستیه و خیلی حرفای دیگه میتونم خیلی حرف بدارم، ولی من میتونم هم هیچی نگم، میگم آقا یعنی این سوال شما غلطه، آمریکا چطوریه، آمریکا یعنی چی چطوریه، ما راجبه یک انسان هم نمیتونه بگیم این چطوریه، هزار جوری. خب الان میگه آقا شما نه دیگه همینه، من بحث همینه، شما میگی این کلمه اون کلمه، میگم مردمان آمریکا این دوتا رو یکی میگیرن، یعنی معمولا این دوتا نزدیک همه، اما شما به خاطر
اینه که فکر میکنید که هر چیز رو باید تفکیکش رو تا به سرحد امکان انجام داد. یعنی اگر گفتیم که آمریکا چطوریه وضعش، ما هیچ جوابی نمیتونیم بدیم. یا اگه بگیم رستوران و فلان چطوریه، من نمیتونم هیچ حرفی بزنم، بگم که آقا رستوران و فلان یه آشپزی داره، از کجا معلوم که این آشپز همون آشپز مثلا یه ماه پیش باشه؟ اون آشپزه ممکنه روحیاتش در هر روز فرق کنه، یا اینکه کمک‌هایی که داشته اون روز نداشته باشه، مواد غذایی که بهش رسیده اون روز تازه نباشه. دیگه میگیم بعد میتونیم جواب ندیم. این بحثی که میگی راجع به اسلام فوبیا، من گفتم هر چیزی فوبیا داره. شما میگه نه اسلام فوبیا نداره، فقط مسلم ستیزی هست. هر چیزی که میگن اسلام، میگم خب باشه اشکالی نداره که شما بگو مسلم ستیزی. ما میگیم اسلام به خاطر اینکه گاهی اوقات به طور مستقیم به مسلمین اشاره نمیشه، به مظاهر دیگه اسلامی هستش که باعث ترس میشه. شما میگی نه همه اون مظاهر به مسلم برمیگرده، خب اشکالی نداره اگر از اون جهت همه چیز برمیگرده به انسان. شما درخت هم میتونه مربوط کنید. اگه رایان اگه مشکلی نداره، خب پس بگیم بله. لطفا بگیم مسلم ستیزی به جنگی، بگین اسلاموفوبیا، ممنون میشم. چون که شما فکر کنیم این وسواس علکیه، در صورتی که تجربه‌ای که من دارم این وسواس علکی نیست. معنی استفاده از کلمات توی فعالیت‌هایی که داریم میکنیم بسیار چیز مهمیه. نحوه استفاده از کلمات خیلی تاثیر میذاره رو فکر مردم. شما اگه تاثیر اینا دست کم بگیرید، به خاطر اینکه شاید تجربهش ندارید و ندیدین که چه جوری از این کلمه داره سوء استفاده میشه. من به عنوان کسی که به شدت اسلام ستیز هستم تو کشورهای غربی، دیدم که چه جوری ما رو دارن سعی میکنن با کسایی که مسلمان ستیزی هستیم به وسیله استفاده از همین کلمات دارن سعی میکنن که تمام فعالیت های ما رو بندازن کنار و با قاطی کردن ما با کسایی که ضد انسان هستیم و ضد مسلمان هستیم. و من به شما دارم میگم به عنوان کسی که توی میدون داره فعالیت میکنه، این علیه ما به شدت این نحوه استفاده از کلمات به شدت علیه ما سوء استفاده میشه. من میدونم که میشه و دیدم که میشه. و شما اگه برای شما فرقی نداره، من برای همین وسواسم و وسواسی من به حقه. و شما اگه میگی خب فرقی نداره، خب اگه برای شما فرقی نداره، برای ما به شدت، برای فعالیت های ما به شدت فرق داره. خب برای شما اگه فرقی نداره، من یه تقاضا دارم. نگین نگین برای کسی ببین من نمیذاره، اصلا نمیتونی قابلیت اینو نداری که بذاری من یک جمله یه ثانیه که صبر میکردی تموم میشد. خب بله. من دارم میگم کسی که اگه برای شما فرقی نداره، چون برای ما فرق داره، لطفا اسلاموفوبیا نگین. یا به انگلیسی هست بگین انتای مسلم، بگید چی. اگه به فارسی هست بگید مسلمان ستیزی، برین با مسلمان ستیزی بجنگین و اسمش هم اینو بذارید، به ما خیلی کمک میکنه. ممنون میشین. بگو. نه خواهش میکنم. البته آرمین جان من حرف میزنم شما میپرید، این هیچ اشکالی نداره، منم نمیگم اشکال داره، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی شما بسیار حساس هستی. اگه کسی بعد الان شما میتونید گوش کنی ببینی من چقدر سکوت کردم، شما چقدر سکوت کردی. البته من نمیخوام نظم برنامه شما به هم بریزم و موافقم هستم با شما، اتفاقا من گوش میکنم حرفایی رو که لازم بود زدم، حالا دیگه بقیه دوستانم بتونن بیان صحبت کنن. خیلی ممنونم از شما. نه رنجن باش، من بعد از این دیگه میخوام برم. ببین آخه مشکل اینه که من خودم خیلی مشکلی ندارم، من خیلی تو حرف بقیه میپرم، الان تمرین کردم یه مقدار بهتر شدم. خب ولی واقعا سخته که اصلا رو حرف هم حرف بزنیم، اصلا اینکه به نتیجه رسیدن کار رو سخت میکنه. ولی رنجن یه چیزی بگم، تو اگه من برای اینکه یه مقدارم با تو موافقت بکنم که این موقع ناراحت نشی، من بگم که ببین تو هدفت اینه که این اتفاقاتی رو که میفته، مسلمان ستیزی ها رو که چیزی که من اسمش رو دارم میذارم مسلمان ستیزی، تو میخوای اینو ما دست کم نگیریم، خب، و اینو ما ایگنور نکنیم. من اینو خیلی قبول دارم. خب یعنی اینکه تو مثلا فکر، یعنی هدفت از این استدلالات اینه که کسی نیاد مثلا این اذیت و آزاری یا اینکه مثلا وحشت های بیخودی که مثلا دارن مردم، اینا رو ما دست کم نگیریم و نگیم اینا وجود نداره. خب منم اینو کاملا قبول دارم، من نمیخوام اینا رو دست کم نگیریم، اتفاقا منم سعی میکنم که علیه این طرز رفتار بجنگم.
ولی خب بله یه ذره حساسیت دارم به اینکه اسمشو چی میذاریم. من این دوست ندارم این چیز این رفتار بدی رو که خیلی‌ها توی کشور غربی دارن علی مسلمان‌ها یا چیزایی که مثلا فرهنگ اسلامی داره اینا رو دوست ندارم اسمشو بذاریم اسلاموفوبیا، چون اسلامو باید واقعا باهاش جنگید. خب منم اتفاقا نگاه کن، حالا تو گفتی یه چیزی هم نشون بدم، من ببین اینا رو نگاه کن. من همیشه برای کسی که نشون بدم، بعضی موقع خیلی کسا توی جمع برنامه انگلیسیمون، خب من بهشون میگم که ببینید شما ضد اسلامی، منم ضد اسلامم، خب آیا قبول دارین که مثلا میتونین بگین که این زیباست یا نه؟ خب یعنی آیا شما ما انقدر دوگما شدیم که مثلا اسلام ستیزی، یعنی اینو نشونش میدم، یعنی توی از تو لایف چت تو برنامه انگلیسی میپرسم، میگم ما همه ضد اسلام هستی یا نه؟ آیا کسی میتونه مثلا بگه که اینا مثلا زیبا نیستن؟ بله بله، کسی میگه، کسایی که فوبیا دارن، آرمین جان جواب شما اینه، کسایی که فوبیا دارن به اون عکس شما نگاه میکنن و میگن بله اینا ما اصلا نمیذاریم بهش هدیه هم بدی، شاید به بچه درونی که فوبیا داره. منم میخواستم همین رو نشونشون بدم که این نشون این اسلام فوبیاست، این شما بگی نه این اسلام نیست، مسلمانه. حالا میدونی چرا این اسلاموفوبیا نیست؟ برای اینکه این چیزی که من نشونتون دادم اسلام نیست، اسلام یه سری عقایده، خب این هنره، خب اسلام این هنر عقایده، یه کالچره، اسلام لباسه، اسلام آدمه، اسلام ساختمونه، اسلام خیلی چیزایی که حالا من نظرم اینه. ولی حالا یه مسئله دیگه هم میخواستم بگم ولی خب یادم رفت. من این خیلی بهتره که آدم صحبت کنه تا اینکه من طولانی صحبت کنم شما گوش کنی یا شما طولانی صحبت کنی. خیلی دو دقیقه یه دقیقه اینطوری، شما تو مجلس انگلستان هم که نگاه کنی ها، تو لندن اونا هر کدوم 30 ثانیه صحبت میکنن، یک دقیقه صحبت میکنن بعد میشینه، اون یکی یک دقیقه صحبت میکنه میشینه، 30 ثانیه امکان نداره مثلا 5 دقیقه صحبت کنن 10 دقیقه صحبت کنن. بهتر اینطوری، من خیلی دوست دارم که مثلا شما الان یه چیزی بگی نه اینطوری نیست اونطوریه، خیلی خوبه اتفاقا، من ناراحت نمیشم که شما رو. ولی حالا اینی که کتاب نشون دادین درسته، بعضیا میترسن از این مسئله، این فوبیا اسلام یه چیز وحشتناکی هست، اما فوبیا اسلامی را بنده نه شما من معتقدم که وجود داره. یا اینکه یک آدمی که قاتله این خب خیلی، یا جنایتکاره این داره این کار بعدی انجام داده، ولی میتونیم فوبیا داشته باشیم. مثلا فرض کنید اینو بداریم داخل قفسی توی دادگاه، اطرافش هم خیلی مامور زیاد بداریم، میگه آقا این دیگه یک چیز بیمارگونه ای هستش. بله ایشون یه مثلا قاتل سریالی هست، اما دیگه اینم بیمارگونه است، این طور فکر کردن، این طور عمل کردن. راجب اسلام اینطور عمل میشه یه وقتایی، حالا شما میگی راجب مسلمینه، بفرما. من ببین، من ممکنه شما بتونین یه مثال یه سری کسی رو پیدا بکنین که مسلمان ستیز نیست، ولی فقط از هر چیز اسلامی، هر چیزی که ربط داشته، حتی خود اسلام هم نباشه، ربط داشته باشه به فرهنگ اسلام، فقط به اون حساسیت شدید داره و یه فوبیای غیر منطقی هم داره. ممکنه یه مثال اینجوری هم بتونیم پیدا کنیم، خب؟ ولی این همچین مثالی مثال مشکلی که ما اون چیزی رو که کلمه اسلاموفوبیا ساخته شده که بهش اشاره بکنه، اون نیست. تازه اینم اگه وجود داشته باشه که من میدونم احتمالاً هست، خودم خیلی کسا هم که اسلامو ول میکنن اولش هم مثلا ممکن اینجوری باشه. خب من یادمه که وقتی که اسلامو من ول میکردم مثلا صدای اذان که میومد گوشمو میگرفتم، مثلا میخواستم بالا بیارم. خب یعنی تجربه که با اسلام داشتم مثلا نمیتونستم مثلا صدای قرآن شنیدن و من حساسیت داشتم بهش. خب البته میخواد تجربه همون از اسلام هم هست. خب ببین اینو مثلا شما شاید بخواید اسم اینو بذارین اسلاموفوبیا، به جای اینکه اونجوری که الان اسلاموفوبیا داره استفاده میشه. خب اگه اسم اینو بخواید بذارین اسلاموفوبیا، ممکنه کلمه اسلاموفوبیا معنی بهتری پیدا کنه که واقعا میشه بگیم آره میشه گفت این اسلاموفوبیا است. خب ولی وقتی الان کلمه اسلاموفوبیا این کاربرد رو نداره، شما اگه نگاه بکنین کلمه اسلاموفوبیا کاربردی که داره تو کشور غربی به همون مسلمان ستیزیه که داره اشاره میشه. و یه چیزی هم بگم، اون چیزی رو که ما میخوام جلوشو بگیریم مسلمان ستیزیه،
چون حالا بگیم اسلاموفوبی، شما فرض کنید یه نفر مثلا یه سری ترسی داره از اسلام که غیر منطقیه، خب ترس از اسلام اکثرش مثلا منطقیه، ولی شما بتونید یه مثالی به اشاره بکنید که حالا این قسمتش غیر منطقیه. حالا یه نفر مثلا فرض کنید از نسلیق قرآن بدش بیاد، از صدای اذان بدش بیاد، هر چقدر اصلا هم نتونه خوشش بیاد، از هر چیزی که به اسلام ربط داشته باشه بدش بیاد، این همچین چیزی اگرم غیر منطقی باشه، این هزینه‌ای برای جامعه نداره. چیزی که هزینه داره به نظر من که باید جلوش رو بگیریم همون مسلمان ستیزیه، تنفر از انسانه. ما به عنوان یک انسانگرا با اون میخوایم مبارزه کنیم و کلمه اسلاموفوبیا هم ساخته شده که به اون اشاره کنه و جلوی اون رو بگیره. خب و منم برای همین میگم ببین این کلمه کاربردی که این کاربرد نداره، یه کلمه بهتری استفاده کنیم، مسلمان ستیزی. خب تو اگه میگی بله یه سری چیزایی هست که میشه اسمش رو گذاشت اسلاموفوبیا، خب باشه، حالا منم میتونم اینا بگم که اگه رایان تو تعریف اسلامت اینه و فلان و اینا، قبول، یه سری چیزایی هست که مثلا میتونیم اسمش رو بگیم اسلاموفوبیا. اون چیزی که داره بهش اشاره میشه برای اسلاموفوبیا اون مسلمان ستیزیه. بله موافقم، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم و از این برنامه. من معمولا یک شنبه گوش میکنم، حالا اگه کسی دیگه باشه من گوش میکنم، به هر صورت لذت بردم. مرسی رای نقدات، من خیلی دوست دارم یه چیزی بگم، واقعا ممنون که اومدید. خیلی